روز یکشنبه در سواحل رودخانه هوانگپو واقع در شانگهای لاشه هایی پیدا شده که آرامش ساکنان آن منطقه را مختل کرده است. تعداد این خوک های مرده حداقل 2800 عدد می باشد. این مسئله برای شهروندان این ناحیه نگرانی بزرگی ایجاد کرده است، زیرا رودخانه هوانگپو منبع اصلی آب نوشیدنی ساکنان محلی آنجا است. اما شاهدان می گویند این اولین بار نیست که لاشه های خوک به طرف پایین رودخانه شناور هستند. شما هر روز و هر سال خوک‌های مرده را اینجا می‌بینید. حتی حالا تعداد اونها نسبت به چند سال قبل بیشتر شده. روز دوشنبه، آژانس خبری رسمی چین شینهوا گزارش کرد که تحقیقات انجام شده از نمونه آب وجود ویروس خوکی PCV را در آب نشان می‌دهد. نشریه گلوبال تایمز گفت که یک منبع موثق محیط زیست ادعا کرده که آب رودخانه هنوز برای نوشیدن سالم است. ویروس خوکی یک بیماری معمولی در خوک است و برای انسان زیان‌آور نیست. آنها معتقدند که این لاشه‌ها از استان ججیانگ آمده است. هزاران خوک در ماه‌های ژانویه و فوریه در آنجا مردند. در دهکده ما کشاورزان را تشویق می‌کنند که خوک‌های مرده را در یک تالاب امن بیندازند، اما به علت دوری راه این کار براشون سخته. بنابراین لاشه‌ها را روی دوچرخه گذاشته و هر جا که مناسب تر باشه می‌اندازند. تصاویر خوک‌های مرده در سایت‌های اینترنتی چینی گذاشته شده است. یکی از وکلا دبیر حزب شانگهای را به چالش کشیده و از او درخواست کرده که آب این رودخانه را بنوشد. ظاهراً این مقام دولتی اظهار داشته که آب رودخانه قابل نوشیدن است. مقامات شانگهای می‌گویند بررسی و تحقیق می‌کنند که خوک‌ها از کجا آمده و علت مرگشان چه بوده است.